گروه تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در حال حاضر با تحقیق حادثه آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند مشغول هستند و طور یکی از نمایندگان این گروه تفتیشاتی در صحبت بدون میکروفون امروز به در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آنها با پرسش و گرفتن بیانات در نسبت 5 نفر زندانبان‌هایی هستند که در نوبتداری شب 7 نوامبر حضور داشتند و برای جاری نمودن ترتیب و نظام و برای جلوگیری از آشوب زندانبان‌ها سهم داشتند. مقامات تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان میگن که این گروه 5 نفره که در شب 7 نوامبر نوبتدار بودند و برای جلوگیری از آشوب خوجند سهم داشته بودند، از طرف زندانی ها مورد لط و شتم و لط و کوب قرار گرفته بودند و طی چند هفته در بیمارستان شهر خوجند بستری بودند. اما نزدیکان این زندانبان ها میگویند که آنها به پررگی تبابت نیافته، ولی از طرف مقامات تفتیشاتی به سیزا کشانیده شدند و در نسبت آنها با ماده 322 کدکس جنایی یعنی خنق نظری پرونده باز کرده شده است. آنها از مقامات تفتیشاتی خواهش دارند که جریان تفتیشات عادلانه صورت بگیرد و امکان دهند که تا اینکه در بازجویی موقتی برای آنها شرایط خوب و همه جانبه تبابت فرا گرفته شود. در پی این حادثه شب 7 نوامبر رئیس این زندان فیض الله سفر از کار برکنار کرده شد و به دنبال آن سردار ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان عزت الله شریف زاده از کار برکنار شد و به جای او معاون اول رئیس سردار ریاست امنیت دولتی تاجیکستان منصور جان عمرف تعیین شد. اما طوری که مقامات تفتیشاتی میگویند هنوز برای انجام دادن یعنی تفتیشات پره آن فرصتی هست و تنها پس از انجام پره آن با وسایل اخبار عموم آنها اطلاع خواهند داد.